شوت خودش میدمه و تیم ایران وقت اضافی اولو شروع میکنه. ایران 0 کره جنوبی 0. چه قدرت سرزنی داره این بازیکن. پارک صاحب توپ، موقعیت برای کره و توپ به کورنر میره. پاس خواهد داد. ببینیم. نه، نوری پاس میده. آفساید. آفساید هادی عقیلی گرفته شد. یه موقعیت حالا برای کره ها به دست بیاد. به قول آقای قطبی یه شطرنج کامل بین دو مربی. به تیر 2 یه ضربه خطرناک و از کنار دروازه به نفع ایران به بیرون میره. مهدی رحمتی بهترین کار ممکنه میکنه و توپو مشت میزنه. لی جونگ سو، خود مسعود هم دوباره رو زمین افتاده. با آوردن او شاید یه تعویضمون سوخت و شاید مجبور بشیم دوباره او رو تعویض بکنیم. واقعا ته دل دوست داریم که او بعد از این بازی ها با شرایط بهتری در مسابقات و در تیم ملی حضور داشته باشه. صحبت میکنن با داور ازبکستانی روشن ایرماتوف، چادری، خلعتپری، مسعود شجاعی و افشین قطبی. چهره مربی خودمون رو دیدیم و این هم مربی تیم کره، آقای چوکوانگ رای. یک کارت زرد به مسعود شجاعی میده داور. تو باز هم از نکونام به کره ای ها میرسه. لی چونگ یونگ، تیم کره صاحب موقعیت خطرناکی است. ضربه رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه. تعویضی کره دروازه رو باز میکنه و ایران 1-0 از کره عقب میفته. نگاه کنید شوتی که خیلی قشنگ زد از این ور به اون سمت دروازه و رحمتی هم به توپ نرسید. قشنگ زد یون بی تکرام و ایران بدین ترتیب دروازش باز شد. هادی عقیلی حرکت میکنه. نه، این ور اگه مینداخت خطرناک بود. تصمیم خوبی گرفت که به حسینی پاس نداد. پشت دفاع یه فرصت حالا برای غلامرضا رضایی. نظر داور چیه؟ یه فرصت، یه شوت، شوت آندرانیک تیموریان. در حالی که فکر کردیم شاید پنالتی باشه ولی اینجا نگاه کنید داور چه نظری نداشت و آن دو هم توپش رو دروازه‌بان کره گرفت. حاج صفی در پوشش به سمت دروازه حریف، پشت دفاع حریف. یه بار دیگه بر میگرده. باز هم موقعیت هست برای سانت. مسعود شجاعی نجات میده تیماریانا. فرصت برای ایران. مسعود شجاعی میتونست همه اما و اگرها نسبت به خودش رو با این گل به فراموشی برسونه. البته این بازی رو ما خوب بازی نکردیم و تعویض‌های خوبی هم نداشتیم. یه فرصت، یه موقعیت، اونجا کسی نیست که به این توپ برسه. تیموریان، هنوز بازی تموم نشده. تو محوطه جریمه غلامرضا رضایی، مسعود شجاعی، غلامرضا رضایی. فرصت برای تیم ایران. توپ به کورنر میره. نه، هنوز کورنر نشده. سانت بری دروازه. یه فرصت دیگه. تیموریان باید شوت بزنه. یه لحظه مکس میکنه. هنوز تیموریان نمیزنه توپش رو و چقدر راحتی توپ از دست میده. رحمتی، ببینیم سرنوشت این توپ چه خواهد شد. موقعیت برای ایران. برگشت توپ. ایرماتوف سوتش به دهانشه و پایان بازی و حذف تیم ملی فوتبال ایران از 15مین دوره جام ملت‌های آسیا. علی‌رغم شایستگی که داشتیم، به هر حال فوتبال اینه دیگه. تو این بازی ما خوب بازی نکردیم، باختیم. بازی‌های قبلی رو واقعا بچه‌ها خوب بازی می‌کردن. امیدوار هستم که از این به بعد باز هم تیم ما در مسابقات دیگری شایستگی خودش رو نشان بده.
خب آقای چو کوانگ رای سرمربی تیم کره خوب برنامه‌ریزی کرده بود، یعنی سیستمی که انتخاب کرده بود در مقابل ایران بسیار موثر واقع شد. قدرت دو تا تیم با هم برابر بودن، تیم ما از نظر روحی بسیار شرایط خوبی رو داشت، سه تا بازیشو برده بود، بیشترین امتیاز رو نسبت به بقیه تیم‌ها گرفته بود و میتونست در این بازی هم در مقابل کره، دیدین در 15 دقیقه دوم بسیار ما خوب بازی کردیم و کره تحت فشار بود و اگر بعد چند تا بازیکن 16 داشتیم و از ابتدا اینطوری بازی می‌کردیم میتونستیم کره رو ببریم. خوب بازی کردن بچه اون 15 دقیقه دوم و مطابق با ذهنیت اینکه ما در مقابل کره جنوبی نبازیم و یه جوری بخوام با یه کار دفاعی کره رو ببندیم، طبیعیه که یک جا یک اشتباه بکنیم یا عقب نشینی بکنیم. الان یه لحظه با رحمان رضایی و آقای ناصر رضایی می‌دیدیم جواد نکونام عقب‌تر از جلال حسینی بود، پژمان نوری تعقیب نکرد، چادری آقای اجازی درست با سمت راست رفت و های صفی رو با خودش برد با خلد بهی رو با اون سمت، یه فضا ایجاد کرد برای یار هش که در واقع به راحتی یون بیتگارم بیاد جلو و ضربه چپش هم گرفت روی پاش، یعنی انصافا یه جوری رفت لحظه آخر بیرون پاش گرفت و پیچید رفت سمت راست رحمتی و گل شد. تو فوتبال این اتفاقات میفته. خب با آقای حجازی هستیم و آقای رحمان رضایی و گلی که آقای حجازی خوردیم دروازه مقصر نبود، اصلا دروازه آقای کسری مقصر، چون جلوی دیدش واقعا گرفته بود، یه لحظه سه تا دفاع روی توپ رفتن که متاسفانه آقای رحمتی نتونست توپ رو ببینه، لحظه آخر که توپ نزدیکش اومد دیدش که متاسفانه دیره. رحمان جان خط دفاعی اون بعد چیکار میکرد رو گل با افکمون بیشتر؟ ها نه به نظر من کار خودش رو خط دفاعی خوب انجام داد. نه رو این گل به ویژه و کی میمد درگیر کلن ساختار تیم ما تو این لحظه که گل رو دریافت کردیم به نظر من زیاد جالب نبود، یعنی به هم ریخته بود، یعنی هر کی اگه جای خودش بود اگه دفاع عقب میره هافک باید به همون تناسب تو همون جایی که باید باشن، هافک ها باید جای خودشون باشن، در حالی که ما تو این لحظه اصلا این ساختار دفاعی ما، یعنی ما سازماندهی تیم از بین رفته بود تو این لحظه از بازی، یعنی استقرار خط میانی ما هافک ما اگه بهتر بود مطمئنا تر به هم میامدن درگیر میشدن. به نظر من دفاع کار هافک یعنی خواست انجام میده به خاطر اون خلایی که توی هافک ما بود. البته میگم شاید شرایط بعضی بچه‌ها تو اون لحظات شاید اجازه رو نداد که بخون خوب فکر کنن، خوب تصمیم بگیرن. خب اینم باید بذاریم مازاد بر به قول معروف خط دفاعیمون عقب نبود تو این حرکت، یعنی زودتر نباید درگیر میشدن در واقع با پیتکار؟ نه به نظر من اونجا نه، اونجا بیشتر کار هافک اون بود، شما هم دیدین که ما دوست هافک جلو من دیدم جواد عقب‌تر از جلال حسینی هم بود، نمیدونم چرا اونجا بود جواد. خب یعنی اون باز زودتر می اومد درگیر می شد دیگه با کسی که دارنده تو اون عرض کردم خدمت شما، بالاخره شرایط بازی یه جوری شده بود که شما میدونید بالاخره بالای 100 دقیقه 110 دقیقه بازی کردن بازیکن واقعا تصمیم گیری خوب نمیتونه تصمیم بگیره، خوب نمیدونه سازماندهی داشته باشه، فاصله شو نمیتونه تنظیم بکنه، بغل دستیشو خوب نمیبینه و این باعث میشه که سازماندهی تیمی به هم میخوره و تو این لحظه من فکر میکنم همین علت باعث شد که ما گلرمون نتونه خوب ببینه، پرتعداد بودیم جلوش، جلوی دیدش رو گرفته بودیم، بعد دفاعمون هم اومد جلو، هافکمون یه خورده به هم ریخته و ایستاده بودن، یعنی اگه واقعا جلوی دفاع به همون ترتیبی که ما سیستم رو در نظر میگیریم بالاخره چانس نظم استقرار نظم داشتن سازماندهی داشتن مطمئنا این بازیکن نمیتونست این شوت رو بزنه. بله ما بازی استرالیا عراق هم آماده کردیم تو این مرحله که حالا نظر ناصر خانم راجع به استرالیا میخوام، اگر ممکن آقای گل مکانی پخش کنید ما روش در واقع نظر آقای جزیرم بگیریم راجع به استرالیا.